بسم الله الرحمن الرحیم. ما وقتی در خدمت قرآن کریمیم قرآن تلاوت میکنیم، این را یک نامه از دوست تلقی کنیم و به طور جد این را به عنوان یک نامه خصوصی بخوانیم. شما اگر دوستی داشتید یک نامه خصوصی برای شما فرستاد، چگونه نامه را میخوانید؟ هم مکرر میخوانید، هم به طور جد میخوانید و خود را مخاطب میبینید. قصه دیگران را در اون نامه نمیخوانید. یه وقت از نامه دیگری به دست ما میرسد، ما اون نامه را میخوانیم. این فقط به اطلاع ما افزوده میشود. میفهمیم که الف برای با چه نوشت، زید برای ام چه نگاشت. کاری با ما ندارد، ما فقط مطلع از جریانی. یه وقت است یه دوست صمیمی برای ما یه نامه مهم نوشت، به یه نامه خصوصی هم هست، دیگران اطلاعی بر او هم ندارد. ما این نامه را به صورت رسمی تلقی میکنیم، هم مکرر میخوانیم، هم با خلوص میخوانیم، هم سعی میکنیم اسرارش رو ضبط کنیم. قرآن یک همچین نامه است که از دوست آمده است و او محب ماست و ما هم محبوب اوییم، و اگر ما را دوست نمیداشت نامه خصوصی نمیفرستاد. بهترین، پاکترین و کاملترین خلیفه را برای ما اعزام نمیکرد. دیگر از پیغمبر علیه آلاف و تایید و سلام بالاتر انسانی نخواهد بود و نخواهد آمد. یه همچه رسولی را برای ما فرستاده و شرع حال ما را هم در این قرآن بازگو کرده. ما وقتی قرآن را مطالعه میکنیم، تلاوت میکنیم، کتاب قصه و تاریخ نیست، کتاب نور و هدایت است و قصه دیگران نیست، شرح حال خود ماست که ما داریم در این زمینه کاملا از ذات اقدس اله سخن میشنویم و با او هم کاملا سخن خواهیم گفت. خیلی هم به ما نزدیک است، از راز ما خبر دارد و رازدار ما هم هست، رازدان ما هم هست، ما را بشرا می‌کند.